استین ایوا رئیس پلیس ایالت کادونای نیجریه از شهادت دست کم 45 غیر نظامی در حمله مسلحانه مهاجمان به روستای گواسا خبر داد. گفته میشود که کودکان زیر ده سال هم در میان قربانیان این فاجعه بودند و بعضی از اجساد قطع عضو شدند. بازماندگان میگویند که مهاجمان پس از محاصره روستا خانه های مردم را به آتش کشیدند و شروع به تیراندازی کردند. این اقدامات باعث شده تا غیر نظامیان مستقیما به سوی مردان مسلح محاصره کننده ی روستا بروند جمعیت زیاد از شیعیان در ایالت کادونا زندگی می کنند اما روستای گواسا در منطقه واقع شده که به هدف سارغان و راهزنان معروف است در پی این جنایت ساکنان محلی بار دیگر از حکومت نیجریه خواستند سریعا پلیس و سربازان بیشتری برای حفاظت از روستاهای آسیبپذیر در نزدیکی ایالت مرزی زامفارا مستقر کنند محمد بوهاری رئیس جمهور نیجریه در انتخابات 2015 میلادی متعهد شده بود که امنیت را در این کشور که بزرگترین کشور اقتصادی و پرجمعیتترین کشور آفریقایی است فراهم خواهد کرد اما موفقیت چندانی در این زمینه نداشته و با دشواری هایی برای عمل به تعهد خود مواجه شده است.